آرمان 15 سند 2030 سازمان جهانی یونسکو. حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابانزایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی. اهداف آرمان 15 سند 2030 یونسکو: 1. تضمین حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از اکوسیستم‌های خشکی و آب شیرین سرزمینی و خدمات آنها، به طور ویژه در جنگل‌ها، تالاب‌ها، کوه‌ها و مناطق خشک، همگام با تعهدات موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تا سال 2020. 2. ترویج اجرای مدیریت پایدار انواع جنگل‌ها، توقف جنگل‌زدایی، متوقف ساختن روند تخریب جنگل‌ها و افزایش جنگل‌کاری و احیای جنگل‌های سراسر جهان تا سال 2020. 3. مبارزه با گسترش بیابان و احیای خاک و اراضی تخریب شده، از جمله اراضی تحت تأثیر بیابانزایی، خشکسالی و سیل، و تلاش برای رسیدن به جهانی عاری از اراضی تخریب شده تا سال 2020. 4. اطمینان از حفاظت از اکوسیستم‌های کوهستانی، از جمله حفاظت از تنوع زیستی آنها به منظور افزایش ظرفیت آنها تا سال 2030 و تولید مزایایی که از ملزومات توسعه پایدار است. 5. اقدام فوری و قابل توجه برای کاهش تخریب زیستگاه‌های طبیعی، توقف از دست دادن تنوع زیستی و حفظ و جلوگیری از انقراض گونه‌های در معرض تهدید تا سال 2020. 6. اطمینان از به اشتراک گذاری عادلانه و منصفانه از مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و ترویج دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی. 7. اقدام فوری برای پایان دادن به شکار غیرقانونی و قاچاق گونه‌های حفاظت شده از گیاهان و جانوران و پرداختن به هر دو جنبه عرضه و تقاضای محصولات غیرقانونی حیات وحش. 8. معرفی اقداماتی برای جلوگیری از مقدمه و به طور قابل توجهی کاهش تأثیر گونه‌های بیگانه و مهاجم در زمین، آب و اکوسیستم‌ها و نیز کنترل و یاری شکن کردن گونه‌های اولیه تا سال 2020. 9. تلفیق ارزش‌های اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی در برنامه‌ریزی‌های ملی و محلی، فرایندهای توسعه و استراتژی‌های کاهش فقر و حسابرسی تا سال 2020. هدف 9 بند الف: سازماندهی و برنامه‌ریزی برای استفاده از تمام منابع مالی برای حفظ و استفاده پایدار از اکوسیستم‌ها. هدف 9 بند ب: سازماندهی و برنامه‌ریزی قابل توجه همه منابع و در تمام سطوح برای تأمین مالی مدیریت پایدار جنگل و ارائه مشوق‌های کافی برای کشورهای در حال توسعه به منظور پیشبرد مدیریت پایدار جنگل مانند حفاظت و احیای جنگل. هدف 9 بند جیم: افزایش حمایت‌های جهانی و تلاش برای مبارزه با شکار غیرقانونی و قاچاق گونه‌های محافظت شده، از جمله افزایش ظرفیت جوامع محلی به دنبال افزایش فرصت‌های معیشت پایدار. در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی ایران، فجایع زیست‌محیطی بسیاری به وقوع پیوسته است. در مقام مقایسه، کاری که در این 40 سال جمهوری اسلامی با محیط زیست ایران کرده است، مشابه حمله مغول‌ها و اعراب به طبیعت و محیط زیست این کشور می باشد. در اینجا لیست برخی از این فجایع که ناشی از سوء مدیریت مسئولین، ندانمکاری‌ها و عدم درایت و تصمیم گیری صحیح بوده است، تقدیم می گردد. خشک شدن دریاچه‌ها و رودها: خشک شدن 80% دریاچه ارومیه، خشک شدن دریاچه های هامون، پریشان، بختگان و دریاچه نمک شیراز،
خشک شدن رودخانه های زاینده رود و کارون، نابودی جنگل های ایران. بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران، وسعت جنگل های ایران در سال 1900 در حدود 19 میلیون هکتار بوده است، اما این رقم تا سال 2012 به 4.14 میلیون هکتار کاهش یافته است. بر پایه اطلاعات مؤسسه اقتصاد تجارت، تا سال 2015 مناطق جنگلی ایران به 7.10 میلیون هکتار کاهش یافته و نسبت به سال 1900 نابودی 43% داشتند. بیشترین بخش مناطق جنگلی باقی مانده در کوههای البرز و در نزدیکی دریای خزر هستند. تخریب محیط زیست در ایران به یک مسئله جدی تبدیل شده است. این مسئله یکی از عوامل مشکلات اقتصادی، نابسامانی‌های بهداشتی، گسست اجتماعی و اعتراض‌های سیاسی اخیر است. تغییرات اقلیمی و نیز سوء مدیریت منابع طبیعی که در گذشته‌ای نه چندان دور بسیار غنی بوده‌اند، یکی از عوامل وخامت فزاینده و زوال روزافزون محیط زیست ایران است. نابودی تالاب‌ها. ایران بیش از 1000 تالاب دارد. 24 مجموعه از این تعداد جزو تالاب‌های رامسر هستند و در حدود 90 مجموعه تالاب به اندازه‌ای مهم محسوب می‌شوند که به نحوی مورد حفاظت ملی و یا بین‌المللی قرار گرفتند. تالاب‌ها بخش مهم هر اکوسیستمی محسوب می‌شوند و مزایا و ارزش‌های منحصر به فرد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کنند. تنش‌ها برای رسیدگی به موضوع خشک شدن تالاب‌ها به طور مشخص در مورد دریاچه ارومیه در جریان است. با این حال، به گفته تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در حدود 18 تالاب ایران به کلی خشک شدند و 24 تالاب در وضعیت وخیمی قرار دارند. حفاظت از خاک و مبارزه با فرسایش و تخریب آن از ضروری‌ترین اقدامات هر کشور در راستای تحقق توسعه پایدار محسوب می شود. نیاز به قوانین و سیاست‌های مربوط به حفاظت از خاک باعث شده تا کشورها و سازمانها در سطح بین‌المللی اقدام به تصویب کنوانسیون‌ها و اسناد خاصی در این زمینه نمایند و راهبردهای جدیدی را تدوین و اتخاذ کنند که از جمله مهمترین آنها پروتکل اجرای کنوانسیون آلپ در زمینه حفاظت خاک می باشد و این سند دارای نقشی انحصاری در حفاظت خاک است. در همین راستا شورای اروپا منشور اروپایی خاک را که تنها سند منطقه‌ای غیر الزام‌آور مربوط به خاک می باشد تصویب نمود. حفاظت از خاک متناسب با موضوع، ماهیت و تبعات آن در سطح نهادهای بین‌المللی خاصی نیز مطرح می شود. به عنوان نمونه، سازمان فاو و یونپ در زمینه استفاده پایدار و حفاظت از خاک راهبردهایی با رویکرد اکوسیستمی به خاک از جمله برنامه سوم مونته ویدیوی یونپ برای کشورها تعیین و توصیه کردند. از اوایل سال 1900 بیش از 200 معاهده، توافقنامه و پروتکل محیط زیستی در راستای مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی تصویب شده است. به طور کلی، اسناد حقوقی بین المللی در زمینه خاک به دو دسته الزام‌آور و غیر الزام‌آور یا اختیاری تقسیم می شوند. در راستای بررسی میزان کارایی هر یک از این اسناد، توجه به مزایا و معایب خاص هر یک از جمله زمان پیشنهاد تدوین یک سند بین المللی در زمینه خاک، پذیرش سیاسی، توجه سند به پیچیدگی های اکولوژیکی خاک، توانایی فنی کشورهای در حال توسعه در بکارگیری اسناد بین المللی در زمینه استفاده پایدار از خاک و منابع مالی مورد نیاز در اجرای آن سند ضروری می باشد. از جمله این معاهدات می توان به این موارد اشاره کرد. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابانزایی سال 1994، کنوانسیون تنوع زیستی سال 1992، کنفرانس تغییرات اقلیمی سال 1992، پروتکل کیوتو سال 1997، پروتکل اجرایی کنوانسیون آلپ در مورد حفاظت از خاک سال 1991،
کنوانسیون آفریقایی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی سال 1968، موافقت نامه آسئان در مورد حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی سال 1985، دستور کار 21. دستور کار 21 در کنفرانس محیط زیست و توسعه در ریو در سال 1992 تصویب شد. این دستور کار به عنوان یک سند اختیاری در حقوق بین الملل محیط زیست به همکاری بین المللی در جهت توسعه پایدار آینده تأکید دارد. این دستور 40 فصل دارد و در این فصول به جنبه هایی که مستقیماً بر خاک و کارکردهای آن تأثیر گذارند، شامل جنگل زدائی، بیابان زدائی، توسعه کوه‌ها، کشاورزی پایدار، تنوع زیستی، آب آشامیدنی، جو و بسیاری از مسائل دیگر می پردازد. در واقع دستور کار 21 الگویی مطلوب برای توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی نسل حاضر است، بدون آنکه نسل آینده را نیز از منابع طبیعی محروم سازد. این دستور کار در کنار مسائل اقتصادی به مسائل اجتماعی و زیست محیطی نیز توجه داشته و برای هر یک راه حل‌هایی را ارائه می دهد. منشور جهانی و سیاست جهانی خاک. منشور جهانی خاک و سیاست جهانی خاک به عنوان اسنادی هدفمندتر از دستور کار 21 هستند که در اوایل سال 1980 از سوی فاو ارائه شده و در طول 20 سال گذشته در جهت حمایت از همکاری‌های بین‌المللی برای بهره برداری منطقی از منابع خاک مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اصول جنگل. در زمینه حفاظت و توسعه پایدار انواع جنگل‌ها، اصول جنگل یک سند حقوقی زیست محیطی بین المللی و اختیاری است که در کنفرانس ریو در سال 1980 ارائه شد. جنگل‌ها فرایندهای پیچیده و منحصر به فرد اکولوژیکی را در بر می‌گیرند که منبع رفع نیازهای انسان و نیازهای زیست محیطی است. طبق این اصول، کشورها مسئولیت مدیریت جنگل را در راستای توسعه پایدار از طریق اتخاذ قوانین ملی، ایالتی و محلی بر عهده دارند. بسیاری از مفاد اصول جنگل را می توان به عنوان رهنمودهایی در راهبردهای مدیریت جنگل وارد نمود و همچنین ملاحظاتی را در زمینه حفاظت و مدیریت محیط زیست خاکی رعایت کرد. منشور اروپایی خاک. اروپا در ایجاد اسناد حقوقی محیط زیست منطقه‌ای مختص خاک پیشرو می‌باشد. منشور اروپایی خاک در سال 1972 بر پایه 12 اصل از سوی کمیته وزیران به تصویب رسیده است. هدف این منشور ترویج و توسعه حفاظت از خاک در برابر آسیب‌های وارده از ناحیه انسانی و یا طبیعی و نیز احیای آنهاست. منشور جهانی طبیعت. پیشنویس اولیه منشور جهانی طبیعت که توسط اعضای اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و کمیسیون حقوق محیط زیست تهیه شده بود، در سال 1982 به تصویب رسید. قوانین مرتبط با هدف 15 سازمان جهانی یونسکو، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مطابق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی می‌گردد و همه اقشار جامعه در مقابل حفاظت از محیط زیست مسئولند و اطلاع رسانی و آموزش مبانی محیط زیست به گروه‌های هدف و فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست برای اقشار مختلف جامعه و حساس نمودن افکار عمومی در مقابل این جفای انسان به طبیعت یکی از کارآمدترین روش‌ها برای پیشگیری است و از طرفی تغییر نگرش و سبک زندگی و تغییر رفتار ما با محیط زیست نیز می تواند از روند تخریب روزافزون محیط زیست بکاهد. در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از منابع طبیعی در اختیار حاکمیت قرار گرفته تا بر اساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام نماید. طبق این اصل، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده
معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست و غیره در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. با این چالش‌ها چه باید کرد؟ وضعیت محیط زیستی ایران فاجعه بار است، اما یکسره ناامید کننده نیست. با گذشت زمان در صورت اجرای برنامه‌های معقول حفاظت و مدیریت، پوشش گیاهی و حیات وحش پارک‌ها و مناطق حفاظت شده از جمله رودخانه‌ها و تالاب‌ها می‌تواند جان تازه‌ای بیابد. به عنوان اقدام فوری، سازمان حفاظت محیط زیست باید محدوده مناطق حفاظت شده ای را که به علت نبود کافی آب و غذا رویش پذیر نیستند را کاهش دهد. حیوانات اهلی باید از این مناطق جدا شوند، زیرا فزونچرایی مراتع را نابود کرده و باعث سیلاب ها و بیابانزایی شده است. ایران تعداد زیادی کارشناس بسیار شایسته در همه رشته‌های مربوط به محیط زیست دارد، اما درصد ناچیزی از سیاستگزاران متعهد به اتخاذ تصمیم‌گیری‌های سیاسی و مالی لازم در سطوح بالای دولتی هستند. واضح است که رهبران ایران باید به اتفاق نظر در زمینه باز توسعه محیط زیست برسند و برنامه‌های عملیاتی مناسب و پاسخگوی زمان را بپذیرند و اعمال کنند. اطلاع رسانی عمومی و برنامه‌های تشویقی بسیار مهم هستند. پس از دهه‌ها مصرف خارج از کنترل آب و انرژی، جمعیت عمومی کشور به اندازه کافی آموزش ندیده است که به طور معقول با برنامه‌های بازسازی و ترمیم محیط زیست همکاری کند. در سطح همگانی، برنامه‌های ساده هم برای بازیافت یا محدود کردن مصرف انرژی و آب وجود ندارد. به رغم نقش صدها در تخریب محیط زیست، از نظر سیاسی بسیار دشوار است که بتوان بیش از 40 سال طرح‌های صدسازی را، از جمله طرح‌هایی که به وضعیت اسفناک دریاچه ارومیه انجامید یا سدهایی که آب کارون خوزستان را برای مصارف خانگی، مزارع و کارخانجات در فلات مرکزی ایران به سمت زاینده رود منحرف ساخت، وارونه کرد. به عنوان بخشی از برنامه بازسازی توسعه کشور، دولت باید مشخص کند که واردات کدام گونه محصولات کشاورزی و محصولات دیگر از نظر اقتصادی به صرفه تر از تولید داخلی است. کارکرد کنونی ناکارا و پرهزینه می باشد. همکاری های بسیاری میان وزارتخانه های ایران و آژانس های مختلف سازمان ملل متحد، از جمله برنامه توسعه ملل متحد، برنامه محیط زیست و سازمان خاربار و کشاورزی انجام شده است و این همکاری ها باید ادامه یابد. مطالعات تحقیقی، کنفرانس ها و طرح‌های مقدماتی می توانند راه توسعه پایدار و همخوان با محیط زیست و برنامه های بازسازی توسعه را هموار کنند. بخش خصوصی و مشارکت سازمان های مردم نهاد یا سمن ها. یکی از نتایج نگرانی عمومی در زمینه چالش‌های محیط زیستی ایران، ایجاد سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی، سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای خبری محیط زیستی می‌باشد. برنامه‌های دولت غالباً وقتی که به سازمان‌های غیر دولتی واگذار می‌شوند، موفق‌تر عمل می‌کنند. قراردادهای میان نهادهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی اغلب کمتر درگیر فساد می شوند و از کارایی بیشتری برخوردارند. ایران زمانی زیستگاه طیف گسترده ای از حیوانات و گیاهان بود و تالابهایش میزبان فوج پرندگان مهاجر از سیبری، هند و آفریقا بود. به طور معمول گفته می شود که هرگز برای بازگرداندن آسیب وارد شده و احیای مواهب طبیعی دیر نیست. اما متاسفانه نتیجه دلخواه احتمالاً شامل ایران نمی شود.
به رغم وعده دولت کنونی و پیشنهادهای کمک‌های بین‌المللی و با وجود ناخشنودی عمومی مردم، توجه تصمیم گیران در ایران تا حدی بر مسائل سیاسی و اقتصادی کوتاه مدت متمرکز است که نمی‌توانند ارزیابی واقع بینانه‌ای از پیامدهای ناگوار سوء استفاده از منابع طبیعی و اکولوژی کشور داشته باشند. سخن فیلسوف کابوی آمریکایی ویل راجرز را می شود در اینجا اینگونه تغییر داد که همه درباره محیط زیست حرف می زنند، اما هیچ کس برایش به اندازه کافی کاری نمی کند. ممنون که ما را تماشا کردید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید. ویدیو را لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید. برای ارتباط مؤثرتر با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به قسمت توضیحات بروید. با سپاس.